پاشا بکسره تو بسان میگه روی دروازه یک سانت خوب موقعیت داری بازی کنه استقلال فرشید کریمیست که دروازه رو نجات میده پژمان منتظری پالا رینالدو چشم بسته پاس میده توپو میگیرن بازیکن راهن اگر از زنگی تو بازیکن چپو خوش شکلی که تیبه راهن خیلی خوب توپو جلو میبره میلاد زنگی تو پاس عالی موقعیت توپو میگیره وحید طالبلو یه موقعیت ایدئال به بازیکن راهن این بار داور خطای طالبلو رو میگیره بله به هر حال مثل اینکه داورا میگن که این کار ما اشتباه بوده و خطا بوده منم به هر حال از این بار سعی میکنم انجام یه تجربه شه حسین پاشایی میلاد زنگی تو ضربم دو ضرب هست خوب کار نمی کنن بازی کن راهن با گل می زنن گل برای تیم راهن توسط نور محمدی همه غافلگیر شدن فکرشم اصلا نمی خواستن اینجوری ضربه رو بزنن مجبور شدن اینجوری ضربه رو بزنن و توپ در درون دروازه قرار می گیره یک بر صفر برای تیم راهن سومین گل مجید نور محمدی در رقابت این فصل بود اکبر بازی کنه استقلال پشت محوطه جریمه سیاوش اکبرپور عنایتی میبره به سمت چپ رینالدو برای رضا عنایتی تک به تک با دروازه‌بان یه موقعیت و توپ آرش برهانی نتونست به گل تبدیل کنه زنیت پور آبه تو پرکت میکنه توپشو کماکان داره جلو میبره ضربه رو هم میزنه و توپش از کنار دروازه بیرون میره مجیدی حالا رینالدو اکبرپور سانتوش انجام میده روی دروازه یه ضربه فوق‌العاده از آرش برهانی دقیقه 45 این مسابقه است فرشید کریمی خیلی خوش شانس بود که این توپ در چارچوب قرار نگرفت یه موقعیت حسین کاظمی و گل گل برای تیم استقلال حساب کار 1-1 مساوی میشه تو به یه نفر در بین راه برخورد کرد غلامپور هم که مأمور شادی کردن رو نیمکت استقلال چه استارتی زد به ازاد غلامپور میلاد ازنگیت پور برای نور محمدی میندازه مقدم بازیکن راهن هست مجید نور محمدی خوب کار میکنه ضربش رو میزنه امیرحسین صادقی روش اثر میذاره یه ضربه یه سر و توپی که از زیر تاق دروازه بیرون میکشه وحید طالبلو او انداخته میشه آفساید نیست چه فضایی داره زنیت پور و گل گل دوم و میلاد زنیت پور به ثمر میرسونه 2-1 به نفع تیم راهن چه فضایی در خط دفاعی تیم استقلال ایجاد شد زنیت پور پنجمین گل فصل خودش میزنه و بهت و حیرت در بین هواداران استقلال در ورزشگاه آزادی خود فرهاد مجیدی که تو بازیکن پیش رو برمیداره عالی توپو جلو میبره فرهاد مجیدی برای آرش برهانی حالا موقع به بازیکن استقلال رینالدو سانتر روی دروازه و توپی که میگیره فرشید کریمی تو وسط راست بر روی دروازه فرستاده بشه جانواریا رو ملاحظه کردید سانت انجام میشه روی دروازه از همه عبور میکنه در اون سمت بازم موقع به ارسال توپ هست شکوری بیرون میره از دروازه فرشید کریمی دروازه خالی است و توپ از روی خط دروازه برگشت داده میشه سید صالحی میبره به سمت راست مقدم بازی کنه استقلال و گل گل دوم برای تیم استقلال زده میشه شکوری حساب کار رو 2-2 میکنه هادی شکوری کار رو مساوی میکنه دقیقه 71 این اتفاق رخ داد آرش برهانی یوسفی و پای راست میزنه و توپو میگیره فرشید کریمی مقدم بازیکن استقلال در محوطه جریمه فرید عابدی زنگیت پور تراوره حالا بر میگرده و گل سوم گل سوم برای تیم راهن توسط ایسا تراوره زده همه رو میخواد بزنه کنار ببین چی کار میخواد بکنه اونجا 3-2 به نفع تیم راهن دقیقه 77 این اتفاق رخ میده سه بار تا راهن جلو افتاد در ورزشگاه آزادی تو به سمت راست فرستاده میشه روی دروازه مقدم بازیکن استقلال در محوطه جریمه تو از روی خط دروازه برگشت داده میشه راهن شانس هم آورده در چند صحنه در این مسابقه یکی دو بار تو از روی خط دروازه بیرون کشیدن فرهاد مجیدی
در محوطه جریمه موقعیت برای بازیکن استقلال و گل نمیشه، توپ گل نمیشه. بازیکن استقلال شدیدا میگن توپ با دست